برای بررسی بازتاب سفر پرزیدنت ترامپ به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی در اینجا ارتباط مستقیم داریم با اربیل عراق، جایی که علی جانمردی خبرنگار حوزه خاورمیانه صدای آمریکا حضور داره. علی، لطفاً بگو که دیدارهای پرزیدنت ترامپ و صحبت‌هاش در رسانه‌های منطقه چه بازتابی داشته؟ پیام، به رغم انفجار تروریستی منچستر بریتانیا، صحبت‌های پرزیدنت ترامپ به نوعی بوده که از تیتر اول روزنامه‌ها و رسانه‌های منطقه پایین نمیاد. حالا من به چند تا روزنامه به عنوان مثال اشاره میکنم. روزنامه الفجر مصر نوشته که ائتلاف بسیار زیاد دولت ترامپ با دولت اوباما در خصوص ایران قابل توجهه. این روزنامه به سخنان پرزیدنت ترامپ اشاره کرده که ائتلاف فاحشی با پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری قبلی آمریکا، داشت. الاهرام عربی دید پرزیدنت ترامپ با محمود عباس رو، دیدار رو با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رو تیتر زده. به نقل از یکی از مشاوران فلسطینی، الاهرام نوشته که این دیدار میتونه گفتگوهای صلح رو که مدت هاست متوقف شده بار دیگه احیا بکنه و امید رو افزایش داده. تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این جمله پرزیدنت ترامپ در صحبتاش در موزه اسرائیل خرسنده که حماس رو یک گروه تروریستی قلمداد کرد که دارای اختلافات و تنش‌های دینی با حماس است. از شرق الاوسط چاپ لندن نوشته رئیس جمهوری آمریکا تعهد داده تمام تلاش خود رو برای صلح میان فلسطین و اسرائیل برقرار بکنه. این مسئله رو برای جهان عرب امیدبخش دونسته. ولی جروزالم پست اسرائیل به خودداری پرزیدنت ترامپ از انتقال سفارت از تل آویو به اورشلیم اشاره کرد. یعنی مسئله‌ای که انتظاری که اسرائیلی‌ها داشتن، اینکه اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیلی به رسمیت بشناسه، مسئله‌ای که پرزیدنت ترامپ درباره اون صحبتی نکرد. هنوز هم شما هر تلویزیونی رو پیام باز کنی، چند تا تحلیلگر می‌بینی که دارن این صحبت‌ها رو تحلیل می‌کنن. اون رو مهم و آغاز فصل جدیدی از سیاست خارجی آمریکا در منطقه قلمداد می‌کنن. مثلا شبکه الجزیره که بسیار پر مخاطب است در جهان عرب، برای چند دقیقه دو جمله از پرزیدنت ترامپ رو تیتر اصلیش زده بود به عنوان خبر فوری که در مورد ایران بود، اینکه ایران خواهان نابودی اسرائیله ولی تا وقتی که من باشم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به ویژه اینکه رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که همچنان که حرکت ایران برای رسیدن به سلاح اتمی رو متوقف کردیم، در واقع حمایت تهران از تروریسم رو هم متوقف می‌کنیم. این جمله‌ای هست که دست کم کشورهای عرب سنی و اسرائیل نسبت به اون خرسند هستند، ولی بقیه رسانه‌های عربی رو اگر در نظر بگیریم چندان ابراز رضایتی نکردند از اینکه پرزیدنت ترامپ چندین بار حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل رو اعلام کرد. ولی در مقابل صحبت‌هایی رو که برای احیای صلح انجام داده امیدبخش و ابراز امیدواری کردن که این صحبت‌ها بتونه به این اختلاف دیرینه و این تنش چندین ساله بین اسرائیل و فلسطینیان و چه بسا جهان عرب پایان بده.